الله الله سبحان الله 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 والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى و محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بارز السلام وعدب واحترام خدمة عزيزاني بيننده وشنونده وعرضوية سعادة خوشبختي و این که انشاءالله مطالب گذشته مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد از این جلسه به باب سوم از ابواب مقصد سوم کتاب اصول فقه راجع به حجیت اجماع بحث میکنیم به خاطر اینکه که عدله شرعی رو وقتی بیان میکنن و از اونها یاد میکنن تحت عنوان آیات شریفه قرآن کریم سنت و نقل روایات از معصومین علیه السلام سومین دلیلی که از اون نام برده می شود تحت عنوان اجماع به عنوان یک از ادله که برای استنباط احکام شرعی مطرح هست نام میبرند به همین جد خوب است که در این جلسه و چند جلسه راجع به این مسئله بحث کنیم که آیا اجماع به عنوان یک از ادله شرعی مطرح هست که اگر در یک مورد اجماعی وجود داشت بتوانیم از این اجماع حکم شرعی رو به دست بیاوریم یا نه چنین اجماعی به عنوان یک دلیل مستقل مطرح نیست در ابتدا قبل از آنه که به حجیت اون و میزان اعتبار اون بحث بکنیم یک کمی راجع به معنای لغوی و اصطلاحی آن و تفاوت که اجماع در مذهب شیعه با مذاهب اهل سنت داره و همچنین به تاریخچه پیدایش آن نکات رو یادآوری میکنیم تا برسیم به میزان اعتبار و حجیت آن که بحث اصلی هست در ابتدا از نظر لغوی به اجماع میپردازند خیلی از معانی لغوی اجماع رو مرحوم مزفر اشاره نکردن که ما هم به اونو نمیپردازیم و تنها اون معنای لغوی رو که بیان داشته است به معنای همون اتفاق ویژه و خاص هست که اگر در یک مورد ما راجع به یک مسئله خاص اتفاق نظر داشته باشیم از اون تعبیر میکنیم به اجماع اجماع یعنی جمع شدن یعنی جمع شدن آرا و اندیش متفاوت وقتی در یک موضوع خاصی آمد و همه اتحاد نظر پیدا کردن در حقیقت بهش میگیم که اجماع صورت گرفته است یعنی نظرها و آراء متفاوت در این مسئله به یک نظر ختم شدن اما این که در اصول ما به کدوم اجماع آیا مثلا هر اتفاق نظر رو میتونیم بگیم اجماع به عنوان یک از دلیل شرعی یا نه در اصول ما به دنبال یک اجماع خاص هستیم که به هر اتفاق نظر نمیشه گفت اجماع که مثلا فرزندان حضرت یعقوب وقتی آمدن اتحاد نظر پیدا کردن مبنی بر این که حضرت یوسف را باید در چاه بیاندازن خب حالا بگیم که اینا اجماع کردن وحدت نظر پیدا کردن در این که حضرت یوسف را در چاه بیاندازن آیا اینم به عنوان یک دلیل شرعی مطرح هست یا نه ما به دنبال یک اجماع خاص هستیم که معلوم هست در اصول ما به هر اتفاق نظر توجه نمی کنیم بلکه به یک اتفاق نظرهایی که دارای اثر هست و اثرش هم در احکام شرعی آشکار میشه به دنبال یک چنین اجماع هستیم حالا این که از اجماع چه کسانی چنین به اصطلاح دلیل شرعی پدید میآید. خب اختلافاتی وجود دارد که در میان اهل سنت وقتی ما نگاه میکنیم کنیم می بینیم که یک ادهشون آمدن گفتن که اجماعی مهم است به عنوان که حکم شرعی در آن وجود داشته باشد که اتفاق مسلمان ها یا اتفاق فقهای های مسلمان ها در آن وجود داشته باشد برخی دیگر هم آمدن گفتن نه همه فقها لازم نیست بلکه کسانی که اهل حل و عقد هست یعنی به اصطلاح باز و بسته کردن امور دستشون هست اگر همین آدما هم نسبت به یک مسئله اتفاق نظر پیدا بکنن کافی است که ما حکم شرعی رو از دیدگاه اونا به دست بیاوریم برخ دیگرشون هم آمده است که نه کل امت محمد صلی الله علیه و سلم اگر برای یک حکم اتفاق نظر پیدا کردن این رو ما معتبر میدانیم به هر صورت می بینیم اختلافات فراوان در قلم روی اجماع وجود دارد که اجماع در چه قلم رو باید صورت بگیرد تا ما بتوانیم از آن یک حکم شرعی رو استنباد بکنیم به هر صورت با وجود این اختلاف نظرها اون چه که مهم است این است که توجه داشته باشیم که لازم نیست در بحث تحقق اجماع همه انسان ها در واقع به وحدت نظر رسیده باشد نه بلکه کسانی که در استنباط حکم شرعی نظرشون مهمه حالا فقها ها هستن، علما هستن، دانشمندان هستن اگر همین آدم ها که سخنشون معتبر هست، ارزشمند است در استنباط حکم شرعی اینا آمدن در یک مورد خاص، در یک مسئله اتفاق نظر پیدا کردن این محل بحث در اصول هست که بالاخره هرچند بقیه مردم هیچ آگاهی از این قضیه پیدا نکنند. نب... نکنن مردمی که در عمل به احکام پیرو همین آدمایی هستند که اینا به اتفاق نظر رسیدن خب عدم حضور بقیه مردم در تحقق اجماع ضرر نمیزنه به هر صورت ما در بحث اجماع باید به این نکته توجه داشته باشیم که تفاوت بین دیدگاه شیعه و اهل سنت در مسئله اجماع وجود دارد اهل سنت اجماع را به عنوان یک دلیل ذاتی و مستقل در قبال آیات و روایات و دلیل عقل این رو به عنوان یک دلیل سوم بالاخره مطرح میکنند و هر حکمی که از ناهی اجماع پدید بیاید اون رو به عنوان یک حکم شرعی در نظر میگیرند در حال که شیعه به این به اصطلاح گستردگی به اجماع معتقد نیست بلکه شیعه تنها معتقدند که فقط در صورت ما می توانیم به اجماع نظر مثبت نشان بدیم که بدانیم معصومی در میان کسانی که اجماع کننده است وجود داره یا نظر معصوم در میان آنها وجود داره که بر این اساس می شود گفت که اجماع از نظر اهل سنت یک دلیل مستقل یعنی به همون اندازه که آیات روایات معتبر هست اجماع هم به همون اندازه اعتبار داره در مقابل آنها به عنوان یک دلیل مستقل مطرح است اما از نظر شیعه اجماع تنها در صورتی اعتبار دارد که حاکی از نظر و قول معصوم باشد که در واقع اجماع باز هم برمیگردد تحت همون عنوان سنت اما اینکه چرا شیعه ام آمده این مسئله رو مطرح کرده به خاطر اینکه چون در فقه اهل سنت وقتی این مسئله مطرح بوده شیعه هم خواستن بالاخره کتاب های اصولیشون از این بحث خالی نباشه و لذا اینام آمدن گفتن اجماع رو ما مطرح میکنیم من تا شرط اعتبار و حجتشون هم به همان چیزیست که اشاره شد که باید احراز بشه که نظر و رأی معصوم در میان کسانی که اجماع کردن احراز بشه و ثابت بشود و اگر نه اگر رأی معصوم در میان اجماع کنندگان وجود نداشته باشد ولو همه مسلمان ها هم بالاخره غیر از معصوم در یک مسئله اتفاق نظر پیدا بکنن رأی معصوم یک چیزی دیگه ای باشد اون اجماع از نظر شیعه اعتبار ندارد حالا وقتی این مسئله با این به اصطلاح قلمروش هم مشخص میشه تمایزی اجماعی که اهل سنت قائلند با اجماع که شیعه معتقد هست وقتی روشن شد حالا چند تا پرسش در مورد اجماع مطرح هست که باید به این پرسش ها جواب بدیم اولین پرسش که مطرح هست این است که تاریخچه اجماع و اینکه چگونه این اجماع به عنوان یک دلیل مطرح شد و از چه جایگاه برخوردار هست خب این رو ما به عنوان یک حکم شرعی در مقابل کتاب سنت از چه زمانی میتونیم این رو به اصطلاح پیگیری بکنیم و قلم روی آن رو تا چه حدی میشه به دست آورد و در پرسش دوم باید این رو مطرح بکنیم که میزان تجمع کنندگان یا اجماع کنندگان در چه حدی باید باشد تا این اجماع معتبر باشد آیا تمام امت اسلامی اجماع بکنند تمام علمای یک اصر یا تمام علما در عصرهای گوناگون یا تمام کسانی که قابل اعتماد و قابل اعتنا هست اونا جمع بشن که انشاءالله در قلم روی تعیین اجماع کنندگان در پرسش دوم این رو باید بحث بکنیم حالا می پردازیم به اون پرسش اول که سیر تاریخی این مسئله رو باید یک مقداری مورد دقت قرار بدیم خب اون چیزی که از این مسئله به دست می آید این است که اجماع رو ما وقتی مطرح میکنیم باید تفاوت این رو با بنای اقلا در نظر بگیریم که ما یک مرتبه هست که اقلا را به عنوان اقلا مد نظر قرار میدیم که اگر اقلا بیاین نسبت به یک مسئله طبق قامون فطرت رو نظر بدهن از این باب که ما شارع را هم جزی همین مجموعه هم میدانیم میشود بنای اقلا را به عنوان یک دلیل مطرح کرد که این رو ما در دلیل عقلی بحث میکنیم این به نایو میره در همون دلیل عقلی که دلیل چهارم هست فعلا ما بحثمون در اجماع است که از اون به نایو بالاخره به دست نمی آید بلکه یک اصطلاح دیگری هست که اجماع مردم رو میخواهیم به عنوان مردم محل بحث قرار بدیم که این مردم اجتماعشون و اتحاد نظرشون تا چه حدی ممکنه که از حکم شرعی حکایت داشته باشن خب حالا وقتی این مسئله رو ما به دست آوردیم میگه چاره نداریم جز این که برگردیم به سابقه اجماع اشاره کنیم و اون این است که نخستین محل پیدایش اجماع در واقع در بحث انتخابه، خلیفه اول میشه اونجا سوراخ سراغ گرفت به دلیل اینکه وقتی بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام بحث تعیین جانشینی مطرح شد خب در این زمینه به خاطر اینکه نه آیه وجود داشت به نظر اهل سنت نه روایتی نصی وجود داشت و نه طبق دلیل اخل خلاصه ویژگی‌های در خلیفه اول وجود داشت که اخل اون رو بپذیرد خب بر این اساس دیدن که دستشون خالی است در این جهت آمدن و بحث اجماع را مطرح کردند که بله اگر آیه روایت و دلیل عقلی در مورد انتخاب خلیفه اول وجود ندارد بحث اجماع مطرح است که می شود بر اساس اجماع به اصطلاح خلیفه را تعیین کرد و خود اینم میتونه در واقع یک حکم شرعی باشد خب به خاطر این مسئله آمدن گفتن که چه کسانی می تواند این حکم را در واقع به دست بیارن و اعلان بکنن خب در این زمینه هم میبینیم که خیلی دیدگاه های متفاوتی برای این مسئله بیان داشتن که گفتن حالا میزان اعتبار اجماع از کجا تا کجا باید باشد که در ابتدا وقتی دیدن که این انتخاب توسط تعدادی از مردم مدینه صورت گرفتن آمدن گفتن کسانی که اهل مدینه هستند اگر در یک مورد جمع کردن حرفشون درسته حکم شرع است یا بعضشون آمدن گفتن نه لازم نیست همه مردم مدینه هم باشد بلکه همون کسانی که اهل حل و عقدن بالاخره باز بسته کردن امور در دستشون هست همینا اجماع بکنن کافی هست و بعدا آمدن گفتن که نه خیلی هم سخت نگیریم اصلا خلافت امامت اینا جزء اصول دین نیست که ما خیلی برای اون دلیل های محکم بتراشیم بلکه جزء فروع دین است میشه خلاصه به یک شکل این رو در تجمع یک تعداد از مردم هم این رو به دست آورد به هر صورت اجماع رو اینا آمدن به عنوان یک دلیل سوم مطرح کردن و در انتخاب خلیفه این رو اول مطرح کردن بعد توسعه دادن این رو در مسائل دیگر هم در هر کجایی که با مشکل روبرو شدن دلیل دیگه قانع کنندن نداشتن باز هم آمدن از این مسئله استفاده کردن حالا برای اثبات حجیت اجماع هم خلاصه از آیات و روایات و دلیل عقلی آمدن استفاده کردن که انشاءالله اگر رسیدیم به اون دلایل هم اشاره خواهیم کرد تا ببینیم آیا میشه از این دلایل حجیت اجماع رو به اثبات رسان یا نه نمیشود اونها را مورد توجه قرار داد خب باب سوم از ابواب مختلفی که در مقصد سوم کتاب بحث میشه در راجبه به حجت ادله شرعی در باب حجت اجماع میخوایم بحث بکنیم اجماع هم یک از معانی لغویشون همون اتفاق هست که وقتی گروه نسبت به یک مسئله اتفاق نظر پیدا کردن و نظرشون یکی شد میگیم اجماع صورت گرفت یعنی اتفاق حاصل شد اما مراد از این اتفاق یا اجماع در اصطلاح به هر اتفاق نمیگیم اجماع مثلا بلکه در اصطلاح اصولی یه اتفاق خاصی باید شکل بگیره تا به عنوان یکی از دلیل های شرعی مطرح بشود خب حالا ببینیم اون اصطلاح یا اتفاق خاصی که در اصول مطرح هست چگونه اتفاق و اجماع خواهد بود و هو اما اتفاق الفقه ها من المسلمین که میفرماید این اتفاق ویژه یا اتفاق فقهای های مسلمان هست که اینا بیاین اتفاق نظر پیدا بکنند بر یک حکم شرعی که هرچی نظر اینها روی یک حکم متفق شد ما میتونیم کل حاصل این اتفاق را به عنوان یک حکم شرعی در نظر بگیریم او اتفاق و اهل الحل و العقد من المسلمین علی الحکم یا نه همه فقه هم اگر نبود بالاخره تعداد از افراد که اهل حل و عقدن بالاخره کارها به دست اونهاست اینا باز میکنن بسته میکنن جمع میکنن فیصله میکنن خلاصه این گونه آدما هم اگر نسبت به یک مسئله اتفاق نظر پیدا کردن میتونیم نظر نهایی اونها رو هم به عنوان یک حکم شرعی اعلان بکنیم او اتفاق امت محمد صلی الله علیه, علیه و سلم علی الحکم که این دیگه خیلی آمده این رو دایرش وسیع تر دانسته که کل امت اسلامی باید بیایند خلاصه این حکم رو تایید بکنن علا اختلاف تعریفات دهم ده با همه این اختلافات که در تعریف اجماع در نزدشون وجود داره میبینیم که چقدر این دائره اجماع در واقع زیق و فراخ میشه و مه اختلافت حاضر تعبیرات حالا با همه این وجودی که با این اختلاف تعبیراتی که وجود دارد میگه فعین حالا از هر با همه این اختلافات آنچه که از این عبارت ها میشه ظاهر ساخت ترمی الامنا جامعین بین ها میشه به یک معنایی که قدر جامع بین این تعریف های مختلف هست اشاره کرد و هو اتفاق و جماعتین و آن این است که یک گروه باید جمع شوند لاتفاق امشنون فی اثبات الحکم شرعی و این گروه هم باید کسانی باشد که یک جایگاهی در اثبات حکم شرعی داشته باشد فقیه باشن، دانشمند باشن، دینشناس باشن، احکامشناس باشن اگر این گونه آدم آمدن در یک نظری به اصطلاح تجمع کردن و وحدت نظریه پیدا کردن نظر نهایی اینا رو میتونیم به عنوان یک حکم شرعی در نظر بگیریم این حاصل کل تعریف هایی که میشه از, از اجماع به دست آورد ولذا استثنو من المسلمین سواد و ناس و عوام هم و به همین جهت که آمدن گفتن فقط کسان اجماعشان مهمه که اینا جایگاه در استنباط حکم داشته باشد در شناسایی حکم شرعی داشته باشند برای همین اساس اینا استثنا کردن از مسلمان ها گفتن سواد مردم یعنی اون عوام مردم توده مردم اینا لازم نیست که در اجماع داخل باشند و عوام مردم هم لازم نیست که اینا به وحدت نظریه بل چرا لانهم لا شأن للارایهم استکشاف الحکم حکم به خاطر این که در کشف حکم شرعی نظریه عوام مردم دخالتی ندارن اونا به وحدت نظریه برسن نرسن اصلا نظریه ندارن چرا ساعت که اینا به نظریه واحد برسن لذا اینا باشن نباشن مهم نیست و این نما هم تبع اون لیل علما و اهل الحل و العقد به خاطر اینکه هر چه نظره علما و اهل حل و عقد به اون رسید خب بقیه مردم هم از همینا پیروی میکنن لذا اون که مهم مز همون علما و اهل حل عقده که اونا نشینن و به وحدت نظر برسن و علا کل حال فا این هازل اجماع به مال من این معنا با همه این اختلافات و این به اصطلاح تعبیرات گوناگونی که در موردش وجود داره میفرماید که این اجماع با اون معنایی که دارد قد جعله الاصولیون من اهل السنه احد الادلت الاربعه اهل سنت آمدن اجماع را به عنوان یک از ادله چهارگانه اونایی که البته دلیل عقل رو هم به عنوان یک از دلایل عقل قبول دارن خب میگن اجماع هم در کنار این میتونه به عنوان یک از دلیل های چهارگانه مطرح باشد او ثلاثه یا در یک از دلیل های سگانه و اون هم کسانی که مثل اشاعره دلیل عقل رو قبول نمیکنن میگن آیات روایات و اجماع سه تا دلیل رو یک شروع اجماع میدونن و این رو به عنوان یک حکم اجماع رو به عنوان یک از منابع حکم شرعی در نظر میگیرن در مقابل کتاب و سنت میگه کتاب یک دلیل مستقل سنت دلیل مستقل دیگر اجماع هم سومین دلیل مستقل دیگر این نظر اهل سنت در مورد اجماع هست اما الامامیه اما نظر امامیه فقط جعلوه ایضا احد الادله على الحكم الشرعی میگه در ظاهر اهل شیعه هم آمدن اجماع رو به عنوان یک از ادله اربعه در نظر گرفتن اجماع رو وقتی نام میبرن میگه منابع دینی چیه میگه که کتاب و سنت و اجماع و عقل خب پس اجماع هم اینا اسمش میاره به عنوان یک از ادله بر حکم شرعی ولکه من ناحیت این شکلیه و اسمیه فقط فقط از نظر شکل و از نظر نام فقط اسم اجماع را میارن و اونم مجاراتون لنهج دراسف و اصول الفقه اند سنیه این بخاطر این که از نظر رویش درسی که در اصول فقه در نسونی هست شیعه آمدن بر همون اساس یه به اصطلاح راه رو انتخاب کردن که با اونا هم به اصطلاح هم باشن ای انهم لا یعتبرونه دلیل مستقلان میگیم خب پس اینا فقط از نظر شکلی و اسمی با اونا یک نوع همجواری و همسانی رو نشان دادن خب نظر نهاییشون چیه میگه نظر نهاییشون اینه که اهل شیعه اعتبار نمی معتبر نمیدانند اجماع را به عنوان دلیل مستقل در مقابل کتاب و سنت این گونه نیست که اگر آیه ای آمد روایت آمد اجماع هم آمد و اجماع در مقابل اونا یه حکم دیگه ای رو بیان کرد ما بگیم اجماع هم خودش دلیل میگیم نه اصلا اجماع رو میذاریم کنار فقط به آیات و روایات عمل میکنیم این گونه است بل این نمایت بلکه شیعه معتبر میدانن اجماع را که اذا کان کاشفا عن السنه زمانی که حاکی از سنت باشد یعنی از قول معصوم فعل معصوم و به اصطلاح رفتار معصوم اگر کاشف بود در این صورت معتبر میدانند خب سنت یعنی چی سنت هم که گفتیم از همون قول معصوم پس حجیت و اسمت لیس طال الاجماع از نظر شعه. نه حجیت مال خود اجماع هست نه اون اسمت که ما را به از خطا حفظ بکند مال اجماع هست یه حجیت و اسمت مال چیه؟ همون قول معصوم هست بل الحجه فی الحقیقه هو قول المعصوم الذي یکشف عنه الاجماع و اونم قول معصوم اگر در یک زمانهای ما قول معصوم را به صورت دقیق و مشخص ندانیم می توانیم از مجموع نظریاتی که در یک مورد جمع میشه می بدانیم که معصوم هم در میان اینها وجود دارد عندما دا تكون له اهلیت کشف و اونم اجماعی که صلاحیت این گونه کشف کردن رو داشته باشد میتونیم بگیم معتبره وگرنه اگر ما ببینیم آدمای وجود داره کنار ما به نام مشخصات کاملا میشناسیم و میدانیم معصوم در میان اینها وجود ندارد اگرم ببینیم اینا اجماع کردن هیچ اعتباری برای اون قائل نیستیم و لذا توسل امامیه فی اطلاق کلمت الاجماع و به همین جهت که اون چه معیار و ملاک اصلی هست قول معصوم هست به خاطر همین امامی آمده توصیه داده در اطلاق کلمه اجماع بر اتفاق یک جماعت کم حالا سه چهار نفر هم وقتی میاین یک به اصطلاح اتفاق نظر پیدا میکنن از باب این که احتمالا در میان این تجمع این چند نفر اندک هم معصوم شاید باشد از این باب میآید همین اتفاق جماعت اندک را هم اجماع بهش اطلاق میکنند که لا سم ما اتفاق هم اجماعا در حالی که از نظر اصطلاحی بهش اجماع گفته نمیشود و شاید به همین دلیل هم باشد که ما در بحث اجماع گفتیم که چگونه اجماع دو قسم مثلا اجماع بر خبر واحد گفتیم که هم ادهی گفته بودن که عمل به خبر واحد حجت اجماعا در مقابل هم کسان هم آمدن گفتن که عمل به خبر واحد صحیح نیست با تل اجمعن. خب با اینکه تعداد هر کدام تعدادی افراد اندک بود خب چرا این ادعای اجماع مطرح میشه در حالی که تعداد اندک این حرف رو میزنن به اعتبار اینکه اتفاق همین تعداد انده کشف میکند به عنوان یک کشف قطعی از قول معصوم فیکون له حکم الاجماع همین که امام معصوم نظرش در یک جمعی باشد حالا اون تعداد جمع هم خیلی کم باشد بازم بهش میگیم اجماع به خاطر که معیار حجیت رو میبینیم اینجا بینما لا یعتبرون الاجماع الذي لا عن قول معصوم در حالی که اعتبار دانند معتبر نمیدانند به اجماعی که از قول معصوم کاشف نباشد خب اگر تعداد همه مسلمان ها هم در یک جمع باشد که بدانیم نظر معصوم در اونجا وجود ندارد ما میگیم این اجماع اصلا به درد نمیخورد و این سمیه اجماعا به اصطلاح هرچند از نظر اصطلاحی به این جمعیت انبوه اجماع گفته می شود ولی به خاطر که نظر معصوم در میان اونها نیست از نظر شیعه اون تجمع و اون اتفاق نظر هیچ ارزشی ندارد و هذه نقطه خلاف این همان نقطه اصلی اختلافی که خلاف جوهری در اجماع رو نشون میده یم یعنی بقی ان نجلی ها باید شایسته است که ما این نقطه اختلاف رو برجسته کنیم روشن کنیم و نلتمس مثل حق تا حقیقت را در موردش کاملا به دست بیاریم فا این نله ها کل الاثر فی تقییم الاجماع به خاطر این که اگر ما اون نقطه اصلی رو تونستیم روشن بکنیم می توانیم ارزش اجماع را به درستی تشخیص بدیم از جهت حجیتش که حالا واقعا اون نقطه اصلی و محوری در کجا هست که فقط همون جا رو معتبر بدانیم جاهای دیگر رو براش ارزش قائل نشویم ولی اجل ان نتوسل الى از المقصود به خاطر این که برسیم به اون هدف اصلی که مورد نظر هست لابد من توجیه بعض الاسئله خب باید که بعضی سوالات رو در این زمینه بپرسیم و این سوالات را از خود بپرسیم لنل مثل جواب علیها تا بعد براشون جواب پیدا بکنیم خب این سوال ها اولش این است که مینه من عین این بحث قلیل اصولین القول بالاجماع خب این قول به اجماع از کجا سرچشمه گرفت اصلا علت پیدایشش چی بود فجعلو حجه و دلیلن که اینا آمدن بعدش حجما رو حجت قرار دادن به عنوان یک دلیل به حساب آوردن دلیل مستقل بر حکم شرعی در مقابل کتاب و سنت پس اول باید ریشه و منشعی پیدایش اجماع رو پیدا بکنیم ثانیا حل المعتبر اندما قلوب بالاجماع حالا میریم به سراغ این که کسانی که اجماع رو معتبر میدانند خب اجماع چه کسانی باید محقق بشه تا اجماع صورت بگیرد کسانی که قائل به اجماع هستند اتفاق تمام امت اسلامی رو میخوان یا اتفاق تمام علما را در یک عصر در یک روزگار اگر تمام علمای اون روزگار جمع شدن کافیه او بعض من هم یعتد و به یا نه تمام علمای یک عصر هم لازم نیست بلکه تعداد از علمای که قابل اعتماد هست قابل اعتماد هست همین جمع شد اینا کافیه و من هم الذین یعتد و به حالا اگر کسی آمد گفت تمام علما لازم نیست یه تعداد خاصی لازم هست میگیم اینا کیا هستن باید اونا رو بشناسیم تا جایگاه اجماعشون و اعتبار حرفشون رو بتونیم به دست بیاریم اما سوال اول میفرماید فین اللذی یوسیره فی نفس حالا میریم به سراغ منشه پیدایش اجماع میگه اون چیزی که در ذهن انسان میآید و یجعلها فی موضع شک فیه و بعد هم این رو در جایگاه شک قرار میدن که کمی در موردش تردید به خرج میدیم این اجماع الناس جميعا علی شیئین میگیم آیا نسبت به یک مسئله تمام مردم عالم باید اجماع بکنن او اجماع امت من الامم یا نه همه امت ل... همه مردم لازم نیست امت اسلامی یه اجماع بکنن یهودی یا اجماع دیگر مسیحی یا اجماع دیگر بدین ها اجماع دیگر این گونه باید باشد خب اگر این گونه آمدیم اجماع یک امت خاص رو گفتیم یا اجماع کل بشریت رو گفتیم کدومش مهم است به ماه و اجماع و اتفاق هر کدام رو بیاییم مد نظر قرار بدیم میفرماید لا قیمتون علمی یا له فی استکشاف حکم الله نمیتونیم بگیم که اگر همه اهل عالم اجتماع بکنن نسبت به این که مثلا یک حکمی را بخواهند جلب بکنن مثلا حالا یک قانونی را کلی بشر انتخابات بکنم قانون را وضع بکنن خب ما میگیم که آیا از این رأی همه بشریت میشه گفت خدا هم همین حکم رو میکند یا ما نمیتونیم از اجتماع تمام بشریت یا از اجتماع یک امت خاص بیاییم بگیم حکم خدا هم طبق همین نظریه که مردم داده است چرا نمیتونیم بگیم لانه لا ملازمه بینه و بین حکم الله خاطر اینکه هیچ نه ملازمه عقلی نه ملازمه شرعی نمیبینیم که بگیم هرچه مردم گفت سخن خدا هم همان است وقتی این ملازمه رو نمی بینیم فل علم به پس اگر علم به اجماع مردم هم پیدا بکنیم لا یستلزم العلم به حکم الله نمیتونیم علم به حکم الله پیدا بکنیم به هیچ وجه از وجوه ملازمه این اصل حرفیه که باید توجه داشته باشیم که ملازمه بین اجماع نظر مردم با حکم الله وجود ندارد چه بسا حکم خدا چیزی باشد مردم هم کاملا برخلاف آن رأی بدن و اجماع نظر هم براشون پیدا بشود نه هم از الذی یجب اللا یفوتنا خب حالا میگیم آیا واقعا نظر مردم این تا این حد اعتبار هست که اگر همه بشریت هم جمع بشوند بازم هیچ ارزش برای اون قائل نیستیم میگه بله یه چیزی که باید از ما فوت نشود و بر اون تنبیه و بدیم در این باب این است که ما قبلا گفتیم در گذشته در جزء دوم و بازم خواهیم گفتیم که تطابق آرای اقلا به ما هم اقلا در قضایه مشهوره عملی که ما از اون نام میبریم به آرای محموده خب این رو من براش ارزش قائلیم میگیم نظر اقلا هم یک اعتباری دارن به عنوان که آرای محموده بهش میگیم ولتی تتعلق به حفظ نظام بر اساس همین آرای اقلایی هست که نظام بالاخره بر آن استوار هست و ما در بحث حجت خبر واحد وقتی به نای بس می میکردیم گفتیم که چقدر این مسئله مهمه حفظ نظام، حفظ نوع بشر خب از اینا ما میتونیم کشف بکنیم یک حکم شرعی را چرا به خاطر اینکه شارع را هم ما در این میان و در واقع دخیل میدانیم بلکه رئیس اقلا هست خالق عقل و خالق اقلا هست فلا بود در یحکم به حکمهیم اینجا میتونیم بگیم که از نظریه اقلای عالم نظر شارع را هم میتونیم به دست بیاوریم ولیکن ها و تطابق من نوع الاجمال مقصود اما که می گیم این که میگیم این میره جز دلیل عقلی این جز اجماع به حساب نمیآید یعنی آرای و خلا را اگر بخوایم بحث بکنیم میره جزی دلیل عقلی که در در باب چهارم بحث میکنیم فعلا ما از اجماع بحث میکنیم که از آرای و خلا بحث نمی کند اما این تطابق میفرماید از نوع اجماع مقصود نیست بلکه این میشه دلیل عقلی که انشالله در حجت اونم بحث خواهیم کرد که ما دلیل عقل را در مقابل کتاب و سنت اجماع به عنوان دلیل چهارم میاریم و هو من باب تحسین و تقبیح العقلیین که اونجا از باب حسن و قبح عقلی اون رو مورد بحث قرار خواهیم داد الذی ینکرو ینکرو ها الذاهبون لا حجت الاجماع که این حسن و قبح عقلی را یک عده کسانی مثل اشاعره که اینا معتقد به اجماع هستن اما معتقد به حسن و قبح عقلی نیستن خب اونجا ما اثبات میکنیم حجتشون رو ولی این در اجماع داخل نیستن اما اجماع مردم که داخل در تطابق آراء و قلاب ما هم و قلان نیست فلا سبیل الى اتخاذه دلیلا الى الحکم شرعی بر اساس نظر شیعه میگیم که هیچ دلیلی نداریم که ما اجماع مردم را بیاییم بر اساس اجماع یک حکم شرعی رو استنباد بکنیم و این رو به عنوان یک دلیل مطرح بکنیم چرا؟ به خاطر اینکه اتفاق مردم گاهی به دافع عادت هست مردم طبق عادتشون رواجشون رسمی که دارن گای عمل میکنند. اول عقیده یا مردم بر اساس عقیده که پیدا کردن عمل میکنن یا این فعال نفسی مردم به خاطر تحت تاثیر یک جو و فضا قرار میگیرند، خب یه راه را انتخاب میکنن او شبهه یا به خاطر که برای مردم پیش میاید. پس میبینیم مردم بر اساس عادت، رواج، رسم، فرهنگ و بر اساس اون تحت تاثیر قرار گرفتن ها و امثال ها میبینیم که اینا یک کارای را انجام میدن و کل هذه دوافع من خصائص البشر همه این ویژگی هایی که گفتیم جز ویژگی های بشره که شارع در هیچ کدام اینها شریک نیستن به خاطر که منزه است شارع از این ویژگی ها حکم و بشه حکموا به حدی هذه دوافع حالا اگر مردم آمدن بر اساس سلیقهشون، ذوقشون، فرهنگشون، شبهه‌ای که برایشان پیش آمده، ای که برایشان پیدا شده است، یک کار رو انجام دادن، خب از این ما نمیتوانیم لا یجب ان یحکم الشارع به حکمیم نمی گیم که حتما شارع طبق حکم اونها باید حکم بکند و لو فلا یستکشف من اتفاق ما حکم به ما هو اتفاق ان هازل الحكم واقعا هو حکم شرع نمیتونیم کشف کنیم که این حکمی که مردم بهش رسیده بگیم حکم شرع هم همین است ولو ان اجماع الناس به ما هو اجماع اگر اجماع مردم به خاطر تجمع مردم فقط این درست می بود کیف کان و به ای دافن کان اگر این حکم شرعی به حساب بیاید خب هو حجه و دلیل اگر این هم دلیل و حجت به حساب بیاید لوجوب ان یکون اجماع الامم الاخرى غیر المسلمه ایضا حجه و دلیلا خب باید حتما اجماع یهودیا مسیحیا بیدین ها و مثلا کسانی دیگر هم باید اجماع اونا هم به عنوان یک حکم شرعی مطرح بشود و ما باید از اونا هم پیروی بکنیم و لا یقول به ذالک واحد و در حالی که هیچ کس نمیگوید که این اجماع ها از اجماع های باشد که حجیت داشته باشد وقتی این گونه شد حالا باید بیاییم پس این اجماع مردم را که دانستیم با حکم شر ممکن ملازمه نداشته باشد بیاییم قلم روی حجیت اجماع رو زیغتر بکنیم و برای اون دلیل اقامه کنیم که انشاءالله اون را رو در جلسه دیگر از خواهیم کرد تا آن زمان در پناه حق تعالی باشید التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا